اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض تسلیت دارم این مصیبت وارد بر دنیای اسلام رو، شهادت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، و واقعا غبطه میخوریم، غبطه کسانی که تونستن در این اربعین در صحن و سرای آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام حضور پیدا کنن. سعادت خیلی عظیمیه. ای کاش ما هم بودیم تو اون پیاده روی هایی که میافتند پاها تاول میزد به یاد کاروانی که رفت شام و از شام برگشت به کربلا، کاروان اسرایی که چه ظلم ها و چه جنایت هایی رو به این کاروان اومدن و وارد کردن. بعد از شهادت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست که اصلا بحث اربعین راه میفته. اربعین یعنی چی؟ یعنی 40 روز بعد از شهادت، 40 روز بعد از گذشت، که بعد از شهادت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که اون مصیبت های عظیم تحقق پیدا کرد تو عالم اسلام، 40 روز بعد یک اتفاق افتاد و اون اتفاق میدونید چه بود؟ بین سر و بدن ابا عبدالله که جدایی افتاده بود، این سر ملحق میشه به بدن ابا عبدالله و در فاصله این 40 روز آسمان و زمین گریه میکنند بر این مصیبت عظیمی که اومده و وارد شده. 3 اتفاق مهم در این روز افتاده. 40 روز بعد از شهادت ابا عبدالله، روز 20 ماه صفر، اتفاق اول بازگشت سرهای شهداست به پیکرها. البته این هم فقط مخصوص سر ابا عبدالله. تو تاریخ من راجع به بقیه سرها چیزی نخوندم، اما آیا میشه این رو قبول کرد که زینب کبرا امام سجاد علیه السلام اون سر بریده ابا عبدالله رو گرفته باشن، اما بقیه سرها چی؟ سر علی اکبر چی؟ سر حضرت عباس چی؟ اما اون چیزی که در تاریخ اومده الحاق رأس مبارک ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست به اجساد طاهر و مطهر اونها. چه مصیبتی هست در اینجا؟ آیا اصلا بدنی برای ابا عبدالله باقی مونده بود تا این سر به بدن الحاق پیدا کنه؟ مگه اصلا بدنی باقی مونده بود؟ مگه یکی از مصیبت‌های کربلا این نیست که چه مقدار، چقدر زلمه هجوم، لشکر هجوم آورد و بدن اربن اربا شد؟ و بعد از اینکه ابا عبدالله رو شهید کردند، خیلی اسب‌ها اومدن این بدن رو لگد کوب کردند. سلام به اون بدن قطع قطع شده ابا عبدالله. این اتفاق اول هستش. اما اتفاق دوم، این سرها رو چه کسی آورد؟ این سرها توسط کاروان اسرا برگردانده شد به وجود نازنین شهدا، حضرت زینب، امام سجاد و بقیه اسرایی که پیام آوران کربلا بودند، ادامه حرکت ابا عبدالله بودند. ورود اسرا در اربعین اول، ما روی اربعین اول تأکید داریم و تو مباحث دیگه مون اثبات کردیم اولین اربعین اول رو، و الان هم خدمت بینندگان عزیز و محترم که دارن میبینن این برنامه رو عرض میکنیم چرا، چه نکته معرفتی داره تأکید روی اربعین اول، نه 80 روز بعد، نه 40 سال بعد. اینا دیگه اربعین نمیشه که در اون زیارت آقا امام عسکری علیه السلام وارد شده، زیارت اربعین. و مطلب سوم بحث زیارت هستش که یکی از نشونه های مؤمنین هست، یکی از 5 نشانه مؤمنی، مؤمن زیارت اربعین هست که جابر بن عبدالله انصاری به همراه عتیقه در روزی که کاروان اسرا بازگشتن به کربلا، اونها اومدن و اون زیارت رو دارن که توی یه قسمت دیگه ما انشالله بررسی میکنیم در این زیارت اربعین چه چیزی وارد شده که نشونه یکی از 5 نشانه مؤمن هستش. از وجود امام حسن عسکری علیه السلام روایتی به این مضمون به دست ما رسیده که مؤمن 5 نشانه داره. یکی از اون 5 نشانه نماز هستش که باید این شخص بیاد 51 رکعت نماز بخونه روزانه. نشونه دومه مؤمن زیارت اربعین هستش، یعنی اگر میخوایم تو سلک یا ایها الذین آمنو در بیایم زیارت اربعین، به از خدا توفیق میخوایم
بتونیم زیارت اربعین رو به جا بیاریم. انگشتر در دست راست کردن، دوباره یکی دیگه از نشونه های مؤمن هستش، پیشانی به خاک گذاشتن و خاکسار در خونه خدا شدن، شدت تواضع و بریدن از تمام لوازم دنیا و خاکسار شدن در خانه خدا. و در نهایت اون آیه‌ای که از قرآن سرقت شد، حضرت می‌فهمد نشونه مؤمن این هستش که این رو بلند بگه: بسم الله الرحمن الرحیم. که تو فضیلت بسم الله مطالب بسیار زیادی وارد شده. خود اربعین، خود چهل ظاهرن خصوصیتی داره. شاید یکی از این خصوصیت ها این باشه که انسان به واسطه استمرار در کاری سبب میشه اون کار بیاد و درونی بشه برای انسان. در قرآن هم نگاه میکنیم محض به این مطلب هست: و با اتنا موسا سلاسین لیلا و اتممناها به عشر فتم میقات ربهی اربعین. خدا به موسا 30 روز بعد داد، تموم کرد با 10 روز دیگه. و تا وقتی که تموم شد این 40 روز که خود بحث اربعین که تأکید شده، یا مثلا در روایات ما، این روایت به دست دوستان خیلی میخوره: من اخلص لله اربعین سباها. کسی که 40 روز اخلاص داشته باشه کار خوب انجام میده. یکی از بزرگان میفهمد یه دونه کار خوب انجام، خدا بدهکار کسی باقی نمیمونه، خدا وامدار کسی باقی نمیمونه. هرچی برای خدا انجام بشه خدا تسبیح میکنه. اما خدایی که همه چیز رو کم میدونه، حکمت رو بزرگ میدونه. حکمت راه به دست آوردن حکمت چی هستش؟ در این حدیث میفهمد من اسبح لله اربعین سباها جرت یا زهرت یا فجره، بالاخره جاری میشه، ظاهر میشه. جرت ینابیع الحکمته من قلبهی علی لسانه. حکمت، اون صفت حکمت که خدا هر کاری میکنه رو حکمت است. لقمان حکمت داشت به اون میشه. یا حدیث دیگه ای در فضیلت اربعین اگر بخوام برای دوستان عزیز و محترم بیننده بگم، این روایت بسیار جالب. دوستان و عزیزان، ما امام زمان داریم. اگر ما اقتدا بکنیم به امام زمانمون، به صراط مستقیمی که هر روز در نماز میخواییم میخواهیم از خدا میرسیم. در اون روایت میفهمد چی؟ میفهمد من دعا الالله اربعین سباها، کسی که دعا بکنه 40 روز 40 سباه خدا را با این دعا به حاضر عهد، عهد ببنده ما مولای خودش، چی میشه؟ کان من انصار قائم الله، او از یاران ایستاده میشه. و ان مات، اگه بمیریم قبل از اومدن او چی؟ و ان مات اخرجه الله الی من قبرهی، خدا زندش میکنه. دعای عهد که دوستان فرصت نگذره، عهد ببندیم با مولامون، ما پا عهدمون باشیم، حضرت حتما پای عهدش ایستاده. یا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود 40 نفر یار داشتم، من میامدم و اون کاری که بعد انجام میدادم و انجام میدادم. اما به هر حال این نکته رو بگیم که بعد از جریان عاشورا اربعین اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه، مخصوصا اهتمام اهل بیت عصمت و طهارت به زنده نگاه داشتن اربعین. یه نکته ای رو اینجا واسهتون میخوام بگم، چرا اربعین ابا عبدالله اینقدر مهمه؟ ببینید چرا؟ ببینید شما چه وقت هست برای یه نفر عزاداری میکنید؟ زمانی که یک نفر از دنیا بره، شهید بشه، درسته؟ خیلی دوستش داشته باشید براش سال میگیرید، سالگرد. اما برای ابا عبدالله سالگرد نه، 40. میدونید یعنی چی؟ یعنی ابا عبدالله 40 روز شهید کردن. همین 40 روز پیش ابا عبدالله شهید شده. عاشورا همین امسال هم تکرار شد. چرا تکرار شد؟ چون من نرفتم آقا رو یادی کنم. صدای علم ناصر حضرت هنوز بلنده و لذا کعنا هر سال میاد دهم عاشورا، حسین اون سال کشته میشه و ما تو اربعین به سر و سینه خودمون میزنیم: حسین جان این اربعین اومد و رفت، من تو رو یاری نکردم. این عاشورا اومد و رفت، من تو رو یاری نکردم. من بازم از کربلا جا موندم، من بازم نتونستم بگم لبیک لبیک و بیرونید. این تا وقتی که حضرت اون منتقم خونه مه حسین ابن علی نیاد، هر سال اربعین هست، هر سال عاشورا داره تکرار میشه.
بعضی ها میگن چه نکته معرفتی داره تأکید میکنید رو اربعین اول؟ آقا چرا بگو اربعین دوم؟ آخه فاصله تا شام خیلی 1600 کیلومتر، چطوری میشه یه زن و بچه با رقیه کوچک 5 ساله و یه بیمار تو این راه 1600 کیلومتر برن بیا؟ آقا چرا تأکید میکنید اربعین اول؟ بگو حداقل اربعین دوم. اربعین دوم دیگه اسمش اربعین نیست، ثمانین هستش. اربعین سال بعد دیگه این نیست اسمش، یه اسم دیگه ای پیدا میکنه. میدونید چرا تأکید روی اربعین اول نکته معرفتش چی هست؟ نکته معرفتش این هست که اینها اهل بیت عصمت و طهارت رو که شهید کردند چقدر در عجله رفتند اینها رو کشان کشان بردند شام تا جایزه بگیرند. دقت دارید؟ میخواستن جایزه بگیرن، زود کشتن و زود خودشون رو رسوندن به یزید. یزید میدونی ما چیکار کردیم؟ کشتیم، تموم شد رفت. اصلا باز شدن مصیبت ابا عبدالله به اینه که اربعین اول اینا بردن و نقش حضرت زینب زمانی جا میفته که ما بفهمیم اربعین اول اینا برگشتن. میدونید چرا؟ اینا خیلی زود حسین رو کشتن، خیلی زود این اسرا رو با شادمانی بردن شام. یه سری برده آوردیم تو بازار برده فروشا بفروشیمشون. قوقایی کردن این برده ها اونجا، زود برگردوندنشون، گفتن زود برشون گردونید، اگه اینجا بمونن کارنامه یزید برچیده است. نکته معرفتی اربعین اول در این هست بزرگی جنایت، که به چه جنایتی این کارو کردن. آخه نامردا، زن و بچه آل و رسول الله رو اینطوری میکشن و با این سرعت میبرن و با این سرعت برمیگردونن و نقش حضرت زینب در ماجرای شام که اومد قوقایی کرد. میشناسید من کی اصلا؟ که حضرت امام سجاد اومد خود بخون. آقا شامی که 20 سال فقط معاویه در دوران خلافت خودش و در دوران عثمان و خلیفه اول زحمت کشیده بود، جایی که امیرالمؤمنین رو بی نماز جلوه داده بود، با خطبش کاری کرد نزدیک بود بساط حکومت یزید رو برچینند. رضا گفت سری برگردید، هر چی میخوان بهشون بدن برشون گردونید، ببریدشون. یزیدی که میگفت نه وحی اومده نه خبری هست نه چیزی، مجبور شد برای اینکه مردم از اهل بیت دور کنه بگه آقا برید قرآن بخش کنید، اینا صدای اینا رو نشنون، اینها ما رو اومدن و رسوا کردن. پیام اربعین چی هستش؟ که اربعین چه پیامی میتونه بابا داشته باشه؟ امام صادق علیه السلام فرمود حسین ابن علی رو کربلا رها کردن، گفتن چون کسی نمیاد حسین رو زیارت بکنه، اینجا کسی راش نمیفته. و الان نگاه کنید، بزرگترین اجتماع مسلمون ها اجتماع اربعینه، بزرگترین اجتماع اجتماع اربعینه، حتی از حج هم اجتماعش بیشتره. حجی که همه مسلمون ها جمع میشن، اجتماع اربعین از اجتماع حج هم بزرگتره. 20 میلیون نفر جمع میشن، میان یاری بکنن چه کسی رو؟ خون خدا رو. میان یاری بکنن چه کسی رو؟ کسی که آوروی اسلام هستش و مردم بر میگردن به سمت اسلام حنیفی. اما یک مطلبی داره، مؤمن کسیه که در اربعین حسین را زیارت کند. دوستان بدونید بعد از واقعه کربلا اسرار در این عالم هویدا شد. یکی از اون اسرار میدونید چیه؟ یکی از اون اسرار اینه که ما امامی را قبول داریم، تیکه تیکه میشه اما نمیمیره، از بین رفتنی نیست. همه مسلمان هم بعد این را قبول داشته باشن، اما اون کسی که میفهمه اون میشه مؤمن واقعی. چرا؟ هر مسلمونی تو هر کجای عالم میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت، سلام میکنه به پیغمبر. پیغمبر مگه زنده است؟ بله پیغمبر زنده است، پیغمبر زنده است. حیات انسان به جسمش نیست، حیات انسان به روحش هستش. پیغمبر در اربعین اون کسانی که اسلام واقعی رو دارن و به درجات بالای معرفتی رسیدن،
امام اربن اربای خودشون رو زیارت میکنن و اون وقت تو تاریخ هم اومده. قرآن خوندن سر بریده رو نیزه یعنی این امام اربن اربا میشه اما از بین رفتنی نیست، اما زنده است. قرآن شهادت میده ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. شما فکر نکنید اونهایی که قطع قطع شدن، کشته شدن در راه خدا، مرده و اموات هستند. نه، اینها زنده هستند. کدوم شهید بالاتر از ابا عبدالله؟ سالار عمه شهدا هستش. و در اون روایت بسیار عجیب که وجود مقدس آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فهمد سلمان ابا ذر، به این نکته برسید. اگه این نکته رو بفهمید اون بالا رسیدید. ان میتنا لم یموت، مرده ما مرده نیست. اونهایی که میگن چرا میرید سبت قبر زیارت میکنید، نمیفهمن این رو که حیات انسان به حیات روحش هست. اهل بیت عزت و طهارت اگرچه که روح از بدنشون جدا شده اما زنده هستن، از باب اینکه شهید هستن. امامی که اون امام زنده هست و شهید هست. امیدوارم بتونیم از این گنجینه هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده کمال استفاده رو بکنیم و راه حسین ابن علی رو در مبارزه با ظلم و جرم بپیماییم و اقتدا کنیم به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم عجل لولیک الفرج. روز که دارم میمیرم چهل روز که دارم میمیرم برات، چهل روز که هنوز تو گوشم صدا، چهل روز که به من نیفتاد نگاه، دارم میمیرم برات، چهل روز که دارم میمیرم برات، چهل روز که هنوز تو گوشم صدا، چهل روز که به من نیفتاد نگات، دارم میمیرم. چهل روز که دارم میمیرم مرا، چهل روز که هنوز تو گوشم صدا، چهل روز که به من نیفتاد نگاه، دارم میمیرم. ببین برام نای نمونده یا حسین، تو رفتی دنیای نمونده یا حسین، ببین برام نای نمونده یا حسین، تو رفتی دنیای نمونده یا حسین، چجور برم تا به مدینه یا حسین، پای نمونده روزام شبیه شبهات، چشمام غروب دریاست، روزام شبیه شبهاست، چشمام غروب دریاست، اشکام بارون خونه مثل چشای عباس، روزام شبیه شبهاست، چشمام غروب دریاست، روزا شبیه شبهاست، چشمام غروب دریاست، اشکام بارون خونه مثل چشای عباس، روزا شبیه شبهاست، چشمام روزا شبیه شبهاست، چشما غروب دریاست، اشکام بارون خونه مثل چشای روزا شبیه شبهاست، چشما غروب دریاست، اشکام
ششای آه روزام شبیه رسیدم ولی گذشته آب از سرم، رسیدم ولی حالا که زخمی پرم، رسیدم با اسیرای خسته حرم، دارم میبیرم برا چهل شب خون جیگرم من، یا حسین با قاتلت هم سفرم من، یا حسین چهل شب خون جیگرم من، حسین با قاتلت هم سفرم من، یا حسین چهل شب از تو و عباس، یا حسین بی خبرم دردم دوا نداره اینجا آخر کاره، دردم دوا نداره اینجا آخر کاره، زینب کنار گودال بیهوش شده دوباره، روزام شبیه شبهاد، چشما غروب دریا، روزام شبیه شبهاد، چشما غروب دریا، اشکال بارونه، اشکال بارونه خونه، چشای عباس، روزام آی دادا غروب دریاست، روزا غروب دریاست، اشکام بارون خونه، مثل نگاهم همیشه محو نیزه تو بود، گذشتم با تو من از محله یهود، نگاهت همیشه محو نیزه تو بود، گذشتم با تو من از محله یهود، گذشتم با یتیمای زخمی و کبود، دارم میمیرم برا چهل روزه که دارم میمیرم برا، چهل روزه که هنوز تو گوشم صدا، چهل روزه که به من نیفتاده نگاه، دارم میمیرم قاتل ما شام بلا بود، یا حسین قاتل ما شام بلا بود، یا حسین سر تو تشت طلا بود، یا حسین خراب اون شب با سر تو، یا حسین کرم و بلا بود، تا اسم تو می بردم با یاد تو می مردم، تا اسم تو می بردم با یاد، پاشو که برات از شام سوغات کفن آوردم، روزام شبیه شبهاست، چشمام غروب دریاست، روزام اشکام بارون خونه، مثل چشای عباس، موسیقی